آتش زدن پلاکارت های نمایش 22 بهمن توسط جوانان در اهواز، با آتش کشیدن دو خودروی نظامی توسط سربازان معترض در منطقه مرزی چیلات بین مهران و دهلوران، گوشمالی دادن مأموران گشت موسوم به ارشاد در متروی صادقیه تهران توسط دو دختر جوان، اعتراض مردم در دهلوران و شادگان به طرح ننگین توزیع سبد کالا، اعتراضات کارگری در تهران و گرگان، اعتصاب قضای 15 تن از زندانیان زندان مرکز ایلام. روز سه‌شنبه 22 بهمن جوانان در منطقه پل نادری اهواز اقدام به آتش زدن پلاکارد هایی کردند که رژیم آخوندی به مناسبت دهه زجر نصب کرده بود. این جوانان همچنین بلندگوهای نصب شده در محل را شکستند. در این اقدام 6 نفر از جوانان توسط مزدوران لباس شخصی بازداشت شدند. جوانان موتورسوار در دهلوران در اعتراض به توقیف موتورها و بازداشت دوستانشان به خیابانها ریختند و نمایشی که مزدوران بسیجی و انتظامی به مناسبت دهه زجر برگزار کرده بودند به هم زدند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی دستگیر شدگان را آزاد کردند. دو زن جوان روز یکشنبه 20 بهمن ماه در متروی صادقیه تهران با مأموران سرکوبگر موسوم به گشت ارشاد که قصد دستگیری آنها را به بهانه آخوندساخته بدحجابی داشتند درگیر شدند و مزدوران را گوشمالی دادند. بنا به گزارش‌های دریافتی در ساعت 4 صبح یکشنبه 20 بهمن ماه دو خودروی نظامی در منطقه مرزی چیلات بین مهران و دهلوران در آتش سوخت. گفته می شود آتش زدن این خودروها توسط سربازان معترض صورت گرفته است. صبح روز دوشنبه 21 بهمن ماه مرد میانسالی در صف محل توزیع سبد کالا در شهر بدره در استان ایلام جان باخت. این فرد که از بیماری قلبی رنج می برد به علت اینکه مجبور بود ساعتها در صف طولانی توزیع سبد کالا بایستد، در اثر فشارهای وارد در صف جان خود را از دست داد. مردم دهلوران روز دوشنبه 21 بهمن در اعتراض به نحوه اجرای طرح اهانت‌آمیز توزیع سبد کالا تجمع کردند. آنها شعارهایی علیه کارگزاران رژیم آخوندی سر دادند. مردم شادگان به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا اعتراض کردند. بسیاری از مردم این شهر که درآمدی ندارند، سبد کالا به آنها تعلق نگرفته است. کارگزاران رژیم در فرمانداری به اعتراض مردم توجهی نکردند و معترضان را به اتاق بازرگانی رژیم احاله دادند. مردم کن تهران نسبت به غصب زمینی توسط مزدوران سپاه پاسداران اعتراض کردند و در مقابل شهرداری رژیم در این منطقه دست به تجمع زدند. کارگران شرکت سباشهد پاسارگاد در تهران روز دوشنبه 21 بهمن ماه دست به اعتصاب زدند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه بیمه و حقوق عقب افتاده دست از کار کشیدند. کارگران شرکت کیسون در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند. کارگران شرکت حفاری داناژ اوفیزیک 2 در شهر گرگان در استان گلستان صبح روز یکشنبه 20 بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند. جمعی از متقاضیان خودرو در تهران روز یکشنبه 20 بهمن ماه در اعتراض به تحویل ندادن خودروهایشان در مقابل شرکت سایپا تجمع کردند. جمعی از مردم کرمان در اعتراض به گرانی پوشاک تجمع کردند.
این تجمع روز یکشنبه 20 بهمن ماه در مقابل اداره تعزیرات حکومتی برگزار شد. مردم در منطقه باغ دبیر در شهر قزوین روز یکشنبه 20 بهمن ماه در مقابل مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای مراجعه کرده بودند درگیر شدند و مانع از جمع‌آوری آنتن‌ها گردیدند. یک روحانی در منطقه دهلوران که از جنایات دیکتاتوری ولایت فقیه به فغان آمده بود، به منظور همبستگی با مردم لباس آخوندی خود را در مقابل چشمان مردم به آتش کشید. وی که اهل روستای بربیجه از توابع دهلوران است، در جاده اصلی دهلوران به اندیمش دست به این اقدام شجاعانه زد. به گفته اهالی منطقه وی به شغل کشاورزی روی آورده است. روز دوشنبه 21 بهمن ماه 15 تن از زندانیان زندان مرکزی ایلام دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان که در بند عمومی زندان مرکزی ایلام می باشند در اعتراض به وضعیت بد غذایی، بهداشتی و گرمایشی که باعث بیماری بیش از 70 نفر شده بود اعتصاب کردند.